به نام آسیابان آسیای هستی و با درود بی پایان به ملت قهرمان ایران یا ساکنین سرزمین خدا که در حال مبدل به سرزمین نفرت ها شده توسط پاسداران پوشالی و حکومت یا مدعیان توخالی و تو میگویم به شما دلاوران و همراهانم که زیست میکنید در سیاره زمین دانشکده انشای تن و روان و دانا هستید به نشانه های آخرین کنکاش ها و دوران های زمان، یعنی وقتی که آسمان سرخ است فردا باران یا طوفان در راه است و این شناخت به عالم ماده است، ولی علامت های زمان به عالم معناست. عیسی گفت این قوم بی ایمان و گناهکار معجزه آسمانی می‌خواهند، ولی جز معجزه یونس معجزه دیگری نشان داده نخواهد شد. یشوع به خاخام‌های قوم یهود همچون خاخام خودمون و یا فریسیان معجزه نشان نمی‌داد و در جای دیگر گفت زمانی که بازگردم برای هر یک از شما نسبت به کردارتان هدایایی با خود خواهم آورد. وقتی که یرومی برای اولین بار به ایران اومدن با هدایای بسیاری به سوی عاشقان راه طریقت دانایی اومدن، ما هنوز نادانیم به این واجب الوجود، به اون راهبری که راهبر کیهان زمین هست و معجزه اون در انشای تن و روان بود، یعنی بیدار شوید زمرد جسمتان، بیداری است فرمان، پس بیداری همگان. باری یاران این نوار بسیار مهم هست، زیرا در رابطه با پیامبران کذب است و عیسی فرمود ایشان بسیارند که به جهان رفتند و میبینید که چگونه در گوشه و کنار این جهان به این نشستند، روح الله علم، خاخام معظم و هزاران جک و جانور ز آستینشان و آتش افروزیشان و در پس اون آقا می آید و می خواند طریقت دانایی در این راه بی پایان. گر به خود آیی، آیا ما فهمیدیم این خود کدام خود هست؟ اگر از مصطفی بخوایم که روبروی آینه قرار بگیره و از او سوال بکنیم که مصطفی تو چه چیز رو در آینه میبینی؟ او قاعدتا خواهد گفت خودم رو میبینم. ولی آیا واقعا مصطفی خودش رو داره میبینه؟ اگر آینه بشکنه چی؟ آیا او هنوز خود را میبیند؟ یا اگر آینه به آنی نباشد آیا او هنوز خود را میبیند؟ خیر، مصطفی خود را نمی بیند، تصویر خود را می بیند، نه خود را. گر به خود آیی، آن خود با چشم مادی نمی تواند که ببیند، مر چشم سوم. خب داشتیم راجع به پیامبران کذب صحبت می کردیم. یکی از این همراهان که روزی همراه ما بود و امروز شده هارمه، یعنی مصطفی جلیلزاده، یهودای من، از پیامبران کذبه است که در آخر زمان به جهان رفتند. عیسی گفت که در آخر زمان پیامبران کذبه بسیار به جهان رفتند. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت،
هرچند که سطح سوادش به عالم هستی پایینه، میره و شال مشکی برای خودش قائل میشه و استدلالش هم این هست که بره و در صف کمربند مشکی ها بیسته. استدلال رو ببینید، اگر مولای درز استدلال تو رفت، فقط مو، این استدلال باطله. یعنی مصطفی توان نشان دادن شالبند سبز یعنی چی رو نداره که اونها بفهمن فقط برای دریافت شال سبز شما باید حداقل 5 سال زحمت بکشید با تلاش شبانه روزی. ببینید، رضا عقیلی به آلمان رفت، شالبند سبزم بست، به یکی دوتا از کلاسای رزمی اونجا رفت مثل کاراته و اینا. وقتی اون یه قسمت از تکنیکای پنجه رو اونجا نشون میده و اون قفل و تکنیکا و انفجاری که در اثر ضربه هایی که ایجاد میشه، اونا گفته بودن که مثل اینکه جادو میکنه. شما اگر کانفو میدونستی، نیازی به این که بری و شال مشکی ببندی نداشتی. وقتی ناتوان هستی به کذب رو میاری و میشی پیامبر کذبه. ما خودمون در کشور پرتغال این کار رو به اثبات رسوندیم. ما اونا رو با تکنیکای کانفو و مقداری از فلسفه کانفو تا واشنو کردیم و گفتیم اگر شما بخواییم به این درجه مثلا شالبند سبز برسی، این قابل تمرین کنید. نیازی به این نداشتم که برم شالبند مشکی برم از یه جا برای خودم بدوزم، ببندم کمرم، برم اونجا. از طرفی سوگند همراه چی میگه؟ دروغ نمیگویم ولو امید نان باشد، راست میگویم ولو بیمه جان باشد. ولی شما قانون رو زیر پا گذاشتی و دروغ به کمرت بستی و گفتی شاید امید نان باشد، راست نمیگویم شاید جانم در خطر باشد. خب این راه رفتی دیگه، یعنی مهر پیامبر کذبه رو به خودت زدی. سوگند همراه میگه به خود هیچ گونه کمتری و کهتری نمیبینم. ولی شما خودتون نگاه کنید، مجبور شدی به ظاهر وابسته بشی. چرا؟ چون راهو گم کردی، در حالی که این راه همه چیز اون مشخص بوده، دقیقاً بی‌نیاز به هر نظری صاحب نظر بیامد و من بی‌خبر شدم. کسی به شما فرمان نداده بود که بروید و این آشفتگی رو در وجود خودتون به وجود بیارید، یعنی دست ببرید در کاسه صاحب و اون کسانی که با اونا مشورت کردی چه محلی از اعراب داشتند، در این راه و طریقت جایگاهشون کجا بود که تونستن تو رو قانع بکنن که بیا دست ببریم در کاسه صاحب. خواستی که پیامبر باشی ولی راهی که رفتی راه یهودا شد. خب، تجربه شده را تجربه کردن خطاست. مگه نرفتند که از فدراسیون در رابطه با کانفو تاوا تاییدیه بگیرن؟ چند تا از بچه های شالبند بودن، اومدن و گفتن به یرومه، گفتن آقا ما رفتیم از فدراسیون تاییدیه گرفتیم. یرومه به اونو گفتن فدراسیون تایید کرده، فدراسیون بیخود کرده که تایید کرده، مگه فدراسیون کانفو تاوا میدونه که تایید کرده؟ یعنی یرومه همونجا تموم کرد هر ایدهی در این رابطه رو. شما هم به همون ترتیب، ولی نگاه کن چقدر زود خودتون رو گم کردید. به همینه که میگم گمراه شدی. این نقش امین بودن شما در این مسیر بوده. بالانس در شما بی‌معناست، مقیاس نمیدونی. اگه یک نفر یه حرکتی انجام بده، فرضاً یه ضربه به تو بزنه با متو، میری با RPG 7 برمیگردی، چون مقیاس نداری. برای اینکه بتونی این کارو انجام بدی به سوی میفتی.
که دروغ بگی، دورنگی کنی، تضاد به وجود بیاری، توهین کنی، تهمت بزنی. ببین که با خود چه کرده ای. هر کس با این یهودای خالص مصطفی مخالفت بکنه، سریعاً ایشون میره یه نوار تهیه میکنه، بدون بسم الله به شخص و خونوادش دروغ میبنده، توهین میکنه، بی اسمتی وارد میکنه. وای ما بتو. یعنی این شخص اون چنان از مریضی خودشیفتگی یا ایگو رنج میبره که همین عنصر عامل همه ناهنجاری های روانی مصطفی شده، که از او پیامبری کذبه و یهودایی آشکار درست کرده. یعنی به ایران میره، نزد حکومت درد و مرگ و میبوسه پای خاخام معظم رو، همچون پسرک نادان دست در کاسه صاحب میکنه. بعد از همه این بی‌آبرویی ها تازه میفهمه که نه، از این باطلاق نمیشه عطر و گلاب بگیری. آه میکشه که راه رو بیراه رفته. چگونه؟ حاصل اون استعفایه. یعنی خودت با دست خودت امضا کردی که راه رو بیراه رفتی و اسم این ننگ رو استعفا گذاشتی. خود با امضای خود اقرار کردی که بی‌عقلی کردی. و اون یارانی که نشستند و سخن گفتند، یک سخن بر اونها میگم، عیسی گفت تو سخن گفتی اما درک نکردی و دم برآوردید که ندیدید. عجبا عجبا، اون که دید این شجاعت رو مردم ایران بودند، رهروان طریقت دانایی بودند که سینه به سینه اون شجاعت رو به همراهان دیگر آموختند. اندک اندک میپرستان میرسند. اما بریم به سخن دیگر. به حکم نور حقیقت میخوام نمایش یا بازیگری های این بازیچه ها همچون مصطفی یهودای من و اون که در قی خود زیست میکند و نه قیامت که قیمت خود بداند و اسراف کرد در خلقت خدا. اما میرم سراغ دقیقا مصطفی جلیلزاده. یعنی ایشون به جای این که نیروشو بگذاره برای مبارزه کردن با حکومت آخ و خون، تیغ برهنشو به روی ما کشیده، به روی رهروان طریقت دانایی کشیده، به روی سرورش کشیده. در نهایت بیشرمی و بیمعرفتی حضرت زرتوش فرمودند راه در جهان یکیست و آن راه راستی است. عیسی گفت سمت راست پدرم ایستادم و از میان ابرها به زمین می آیم. مشت آرم کانگفو، کانگفو تاوا، دست راست استفاده شده، یعنی مشت دست راست هست. ولی یهودای من دست چپ رو پسند کرده در یان و بلا اراده و گفته شد دو سوی خلقت خدا راست، شیطان چپ، که تشکل راستای قائم و میان را داد. یعنی فقط خاک دو عالم رو ایشون بر سر خودشون میریزن و این بزرگترین هنر مصطفی است. و این کار تو کار ما دارد که خود میدانی. و این کار ما به دنبال امثال مجید رجایی ها هست و اون صراف که اسراف کرد در بلعیدن قی و قوغا کرد در نشخار دی، همونایی که با زیانشان می آمدند ولی گفته شد که ایشان با زیانشان می آمدند.
و در پایان ذرات وجودش به چرخه شیطان شد. به قیامت و قیامت فرمان از وحشت این کلام یا ذات کلام پشت کرد و به غیر، نه به قیامت، بسنده و اون رو ری آورد، یعنی افزود به خاصیت نامش. پس اسراف کرد و همه وجود نامقدسش مشخار قید قید زمان و مکان شد. این حدیث اون سیاه چال مردگان است و اونایی که از ترس مرگ برایشان توبه حاصل شد، اونچنان که پیش از اونها بر سید علی محمد باب توبه واقع شد. پس اون که توبه کرد دیگه به راهی یا کلامی که رانده است دم نمیزند. مگر توبه کند و خود را مسلم بدونه به یگان منجی عالم بشریت، حضرت خداوند خدا. و توبه توبه. اما اگر از زمره بیخبرانید، مر نبود که یرومی در کتاب کاراته یا دست آسمانی از همون زمان سیستم های جهانی رو زیر سوال گرفت و سخن بر این داشت که نژاد زرد به جهان تسلط پیدا خواهد کرد. آیا خود دانشکده انشای تنبروان مبارزه با جهل و جنون فرمان روایان سرزمین نفرت ها در سرزمین خدا نبود؟ از مصاحبه های رادیوی یرومی واقعا چقدر درک کردید؟ چیزی از اون مفهوم بر فهم شما نشد؟ آیا وقتی در ملارد که ملا رد بیمارستان فیزیولوژی انرژی رو برقرار کردن و به صورت رایگان به درمان بیماری های نادرمان پرداختن، عملا با جامعه پزشکانی که دنبال درآمد ها بودن روبرویی نکردن؟ و اونگاه که فرمودند درمان بیماری های نادرمان تا فلج انسان برای مردم کیان، یعنی همه سیاره زمین، آیا این مبارزه نبوده؟ شما مبارزه رو به 4 مشت و لگد زدن و فک زدن و عربده کشیدن یا 4 سلاب کار بردن میبینید؟ خب آخ و خونهای خودمونم که همین کار رو میکنن. آیا اون زمان که همراهان مبارزه میکردند، همون فیلم یمی که در رابطه با زندگی ملاح بود و نویدی بود به پایان بی آغاز، آغاز بی پایان، شاهنشاه تنوروان، شاه انشای تنوروان، آیا زمانی که کتاب التوحید به سرزمین خدا رسید و یاران زیر اون وزنه قرار گرفتند، مبارزه کردند، شکنجه شدند نزد حکومت درد و مرگ، ولی آن پرچم را بالا بردند و دلاوران تووا شدند، ولی تو اسیر و سرگردان شدی به شال، غافل شدن ز غافل سالار شدی و اون فرمان چون درک نکردی درک شدی. این مصطفی مثل این بر بچه های قوم بنی اسرائیل که وقتی میخواستن وارد شهر بشن، وقتی قدرت اون شهروندا رو دیدن به موسی گفتن آقا شما بروید اونجا، پیروز شدید ما میاییم. این طرز فکر مصطفی است. آخه تو رو برای چی ساختن که مثل، خیلی معذرت میخوام، مثل حیوان دست و پا بزنی؟ چقدر شما باید کر و کور و لال باشی که نفهمی؟ تو توجه به این نکردی که تو وظیفه داشتی به عنوان یک راهدان حق رو بگی. چندین بار به ایران رفتی تا اون وعده‌ای رو که بهت داده بودن انجام بشه،
ولی وقتی داستان دستمال کاغذی پیش اومد، اومدی این ور آب، اومدی این ور دنیا، ادای مبارزین رو در میاری. مردم ایران از هر گروه و دسته‌ای در حال مبارزه با این حکومت درد و مرگ هستند، با شجاعتی بی‌نظیر و رفتار میکنن، در مقابل حکم زور ایستادن. امثال مصطفی‌ها در کجای این مبارزه قرار دارن یا ایستادند؟ آیا مصطفی اونقدر جرأت داره که در همون مملکتی که زندگی میکنه، یعنی بیای صحبت بکنی، یه لقب الهی به خودت بدی؟ مثلا بگی که من مهدی هستم. تو جیگر این کارو داری؟ حالا چه صحیح یا به هر طریق دیگری، تو جیگرشو داری؟ میتونی به سفارت عربستان بری و اونجا بگی که اسلام دین جنگ و خونریزیه؟ میتونی بری اون تو این حرفو بزنی؟ تو جیگر این کارو داری؟ همون زمان که دوست امروزی شما، یعنی دشمن دیروزت که کارهای زیادی هم انجام داد، آیا اونها مبارزه نبود؟ هرچند که اسراف کننده خلقت چیزی از اون فهم نکرد، زمانی که این سفیرها به سفارتخونه ها می رفتن و ابطال خاخام معظم رو به او اعلام می کردن، تو کجا بودی؟ یاران و ای دلاوران، از نامم شهرت وا، یک چیز به دل شما می سپارم. راه و طریقت شما دانایی هست. دانایی خودتون رو که گنج بی پایان شماست، به هیچ قیمتی تا قیامت زمان مفروشید. بشناسید و بشناسونید که این بالاترین هنر ماست. در راه عشق بی راه بر رفتن خطاست، این نه اون راهی است که از هر کس توان پرسید رفت. نه الله.